توی فیلم میخک سفید ستاره با بازی فروزان یه آواز خونه. محمود که خاطرخواه ستاره شده خونه مجلل برای ستاره و دوستاش فراهم میکنه و اونا رو به اجرای برنامه توی یه کاباره بزرگ دعوت میکنه. از طرفی جوون دانشجویی به اسم مسعود به رغم مخالفت والدینش به ستاره اظهار علاقه میکنه. فیلم میخک سفید محصول سال 1351. بخشی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. اومد قربان نفست. اومد جان برو برای خودت. کولرم بردارم. اینم چی؟ کولر رو بذار اونجا. خب دیگه بذار پول رو که حالی سودا اینجا. خب او کلک نزنی. اینم آس بیسیه بازم بیسیه. این کوفت میارم. ببینم ورو جک تو این بیسیه کار از کجا در میاری؟ از خونه خالم. خانه خالت؟ من پدر اون خاله ای تو رو در میارم. منم پدر شوهر خالت در میارم. سیگار اشنو رو رد کنیم بیان که لازم نمیدم. میدی؟ ممکنه سنگ سفال بشه از گلود بره پایین اون وقت من دلم میسوزه. بهش بده شاید بمیره راحت بشیم. این بمیره؟ حالا نوبت منه ورق بکش. ولی شما که دیگه چیزی نداریم به بازی. چطور نداریم؟ ما تا سر داریم سر میشکانیم. مخمشیم سر زیر پوش من بکش خو. ای تو چشم زیر پوش تو 220 خریداره. پس مال بنده رو هم 200 حساب کن رو هم 420 ورق بکش. بیا چشم این حالا من خور. مال تو رو 5000 هم نمیخرم. بکشم ستاری جون. ببینم یه گمج این شورت من کاپیتانه چند میخری؟ اون قاب دزبانی که پای توی شورت ملوانم نیست چه برسه به کاپیتان؟ خیلی خوب الان هرچی از خانه خرم واسه که تو هم بیای تو بازی یه تک تو منی. خوبه؟ خیلی خوب سک خورد منم رو دست ستاره خانم بکش. زیر پشت بز وسط میرم ستاره جان. تو اول ببر بعد من خود در میارمش دیگه. یه نمیشه عزیز دلم اول باید بذاری وسط. خودتو لوس نکن بکش دیگه. باشه ولی تو رو قبول ندارم. باشه من در میارم. نه نه در میارم. نمیخواد تعرف نکنی در میارم. خودم ترتیبش میدم. نمیخواد من گفتم بالاخره. جون تو دیگه این دفعه بردمت انشالله. باید منم نگاه بکنم. خدا فیلم پری خوشگله با بازی منوچهر وثوق و شهناز تهرانی محصول سال 1353. پری با بازی شهناز تهرانی بعد از مرگ پدرش مسئولیت نگهداری خانواده‌اش رو بر عهده داره. پری قصد داره که خواهر کوچکترش رو که مجبور تو شرایط بدی در کافه کار کنه نجات بده. پری از شیراز به اصفهان میره و سر راه جوان ثروتمندی با بازی منوچهر وثوق قرار میگیره. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. خرم ساکت نشسته اون گوشه. یعنی چی؟ یعنی میترسه؟ شاید تصمیم گرفته دست سرش وای داره بس کی کوتک خورده معلوم نیست کی. چک 50000 تومان مریم چی میشه؟ چرا برگشت میخوره؟ سلام 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 پری جون. سلام پرویز. به خدا برای دیدن دلم یه ذره شده بود. متشکرم من فقط برای دیدن تو به اینجا اومدم. حالا تو خوبه پری خانم؟ متشکرم شما چطوری؟ مرسی مریم خانم خوب و خوشگل چطورن؟ خب پرویز تو با من چی کار داشتی؟ والا خودشم گفته بودن یه کار واجبی با شما دارن که منم گفتم اینا هی حاضر. درسته ولی به نظر من بهتره امشب قبل از اینکه دعوا مرافعی بشه بریم یه جای دیگه با خیال راحت بشینیم و حرفامون رو بزنیم. متاسفانه من نمیتونم بیام. امشب میخوام مریم رو ببرم به ده پدرم. دلم میخواد عروس خوشگلشون رو از نزدیک ببینم. همین الانم حرکت میکنیم. باشه. خیلی خوب. پس زودتر بریم. بریم اساسا. بریم. بفر مادس. کجا مری؟ اجازه بده پالتومو بردارم اساسا. آی پسر. مثلا. پالتو بده خدمت آقا. آره خب جون من باور نمیاد اون موقع اومدن جازه آشر بده فرمودید قربان چوب کاری کردین الحمدلله این شب دوام مرافعی نشد این گامیشه خدا رو 3000 مرتبه شکر ولی این تنها نشسته اونجا میترسم یه نقش و پخشی زیر سر داشته باشه چون بی کلک نیست. به ماته مربوطه سونم برو به مشتری یاد برس نقشه ما عالی تر بود عشق پرویز خان به پری خوشگله با اسود رای خود به خود عقب بیفت پری کله به این کله یه کدو پاشی ماری بچه. فیلم زیر بازارچه با بازی پوریه بنایی و منوچهر وثوق محصول سال 1350. دو خواهر قهوه خونه ای رو اداره می کنن تا اینکه جوونی وارد زندگیشون میشه. خواهر بزرگتر به جوون علاقمند میشه و رابطه عاشقانه ای اتفاق میفته. مرد به سفر میره تا عروسی با دختر مورد علاقش رو تدارک ببینه. اما وقتی که برمیگرده دختر رو پیدا نمیکنه.
بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. آقا با مرگ تو من رشید خان حاضریم هر شب در خدمت جناب علی باشیم، مخصوصا که هر شب یه دست لباسان مرمون بخریم. بابا دهنته شش. تو چقدر پرتمه ایره؟ امشب اکبر آقا بخاطر اینکه ما ستایی هم رنگ باشیم ما یکی یه دست لباس برای ما خریده. حالا تو بخاطر این کلکا میخوای مغازه لباس فروشی باز بونی؟ باستو پابره نفرده تو حرف ما. خیلی خوب با هم دعوا نکنه، شما هرچی بخوای من براتون میخرم. بلمون نداریم من دارم خفلاش نکنم. های مستخدم بله گفت فرمایشی داری؟ بله گفت فرمایشی داریم. ببینم باقلاقاتوغ نداری؟ چی فرمودی؟ میرزا قاسمی باقلاقاتوغ نداری؟ نه قربون نداری. خیلی خوب، سه چهار تا از این مرغای سیخ کشیده، شیش هفتم از این شیشه‌های پر بردن. چند تا شیشه؟ بله دیگه واسه نگاه میکنی بله رو شده یلا از اومد درزی آرام عرضو تا هشت و نو و ده بیا باز هر طور شده امشب و فردا اونا رو پیش خواهید نگردی. چشکر آقا خیالت راحت باشه. قربونت تو من دیگه باز برم، اگه پرسیدم بگو برمیگرده. خیالت خوش هست. قربونت برم. شبت بخیر. مگه دیوونه شدی؟ چرا لخوه گرفتی؟ داری میاد. چرا نشسته؟ پاشو برو بیرون. خاک بر سرت کنم، الان آبرومونو میبری. پاشو برو بیرون، از یکی به پس نشونت میدم. خاک بر سر بی تربیت. ایک بیری چی شد گلی جون؟ هیچی، کار بی تربیتی کرد. یا بری بلش کن یلا. سلام آنکه یه بالا بفرمین گلی خانم. آخه غریبه که نیست داداشمه، یال سوار شد. بفرمین. فیلم مشکل آقای اعتماد با بازی منوچهر وثوق و نصرت الله وحدت محصول سال 1356. اعتماد با صدور چکای بی‌محل تحت تعقیب طلبکاراش قرار میگیره. از طرفی منوچهر که به قصد دزدی به خونه اعتماد میره با اعتماد دوست میشه و در نقش پسر اعتماد از اون مقابل طلبکارهاش حمایت میکنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. علی چه دروغ نگم، اون مامانت نیست؟ اون مامانته. آه وی وی ای خدا خودم مواظب باش، این ده بیشتر با بگیری بیمارستان ها. سلام خوهرم، قربون تو خوهرم تو خوهرم. سلام مامی جون، چقدر خوشگل شد. خوب خوهر جون، اینم پسرم منوچهر است که عممه دیگه. میدونم ولی عممه رو نبادونم بهش بچستی. نه بچستی. اینم آقا مراد راننده ای ماست. آباجورم آباجور. خواهش کنم. بابا تو دیگه چرا ببین همه خال بچسم به خواهر من؟ چیکار کنم؟ بچسم. راستی داداش، میگم که اون عکسی که چند سال پیش از منو چهر برام فرستاده بودی، قیافش یه جور دیگه ای بود. آره ماشاءالله، پس میخوره. از برام داره گندتر میشه. اتفاقا چند شب پیش همین بحث باش داشتم، میگفتم بابا اونقدر زود قیافه عوض نکن، یه وقت ممکنه مردم شک کنن تو پسر من هستی. آیا اعتماد مهمان جناب علی های مستر پول با شما کار داره؟ مستر پول کیه داداش؟ متخصص توی مستر پول چجوری شناختی؟ والا من دیدم یکی روی پول وایساده، فورا فهمیدم که مستر پول دی قربان. خب من چه گرفتارم، باید خواهرم برم خونه، تو هم باید مستر پول رو ببری سر خوشش بکنی، ببرش هیلتون یا یه هتل دیگه براش جا بگیر و خلاصه عوضش پذیرایی کن. بعدا میری کارخونه. کارخونه باشه چشم اومد. برو بذار جون ببخشینا. ببخشینا. بعدای تو خواهر تو بودی چه من بغل میکنی؟ یالا چرا بغل دورونم؟ یالا بیا. دانه مرده ببینم والا با خدا همه بدبختیار برای بیایی بی سبه کمک بکن سنگین آقا شیشت چمدن من تنهایی بیا تو خواهر جون. قربونو برم، خیلی خوش اومدی. خیلی خوش اومدی. باور کن از برگشتن تو به ایران اونقدر خوشحالم که تو پوست آقا جان. منم همینطور آقا. واقعا خوشحالم آقا. برر آقا جان این بی سبه رو بیزرم این توی یا نه؟ نه نه. فیلم زرخرید با بازی منوچهر وثوق و منوچهر والیزاده محصول سال 1357. بهزاد هفت‌جون با گروه کریم همکاری میکنه که کارشون توزیع مواد مخدر بین جووناست. گروه رقیب کریم به سرپرستی جلال با بهزاد تماس میگیره و از اون میخواد که کریم و افرادش رو به پلیس لو بده. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. تو
شما؟ گدایی کردی. هیکل به این بزرگی، مجدگانی به این کوچیکی؟ نگاه با هیکلش نکن خانم، هیکلش دراز اما بخار یاده. من چلای اون زبون تاریم بایمال خورا. خوب حواستو جمع کن ببین چی میگم. باید بری ملاقات بهزاد، یه جوری باش حرف بزنی که خیال کنه سوسن لش داده، اون افتاده تو زندون. از این کار چه نتیجه ای میگیری؟ به تو مربوط نیست، هر کاری میگم بکن. آخه چرا؟ اون دختر بدبخت چه گناهی کرده که میخوای تمام کاسه کوزه ها رو سر اون بشکنی؟ گفتم فضولی موقوف، نمیخواد دلت برای اون زنی که بسوزه. میدونی اگه یه خورده حواسم جمع نبود الان چه سرنوشتی داشتم؟ من جای بهزاد تو اون هلافتونی بودم. از اون گذشته، من به این سادگی دست از سر اونا ور نمیدارم. یالا بچون ببینم چی کار میکنی. خواسته همینجا؟ بله. محله رو با پا دیوار مردم رو خراب نکنیم. سلام. 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 خوش اومدی. قربان شما برم. قربان شما. تو حرف نزن گندشی در میاری. با اجازه شما قابل شما را اصلا نداره. از زحمتتون نبودم. اختیار داری قربان، برگ سبزی است تحفه درویش. درویش نبود، درویشان دنگی خریدیم. همه چی رو به اسم خودت تمام نکن. خیلی خوب دیگه، این آی گده هم یه قرن داده. بله بله با خدا چی بکنی؟ بگو منم دادم درسته؟ بله، آقای طولانی هم چرپون گردن بی سبب شده رو تو شکستی باره ولش کنده. بگو که منم دادم. خیلی خوب بابا، چشم. این آقای فسقلی هم یه دوست قرنه که داده گردن باره شکستی باره. ببینم، چرا بهشون میگین فسقلی؟ برای اینکه با کچل میگن زلفلی. چه غلطی کردی؟ بابا من از دستی این مرده که اوراق شدم، تو هم که همش گردن یا کله منو میگیری یا گردن این بی سبب شده رو شکستی باره. دیگه سعی به سعی من نزایی.